صوتی با افتخار تقدیم می کند لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید دوم فصل بیست و دوم قتل شیخ عمر در فارس من اگر سربازان تو را فدا کنم نه فقط سرداری دلیر مانند تو و سربازان شجاعت را از دست خواهم داد بلکه این راه را که اکنون باز است مسدود خواهد شد زیرا سنگ هایی که از بالا می همه را به قتل خواهد رسانید و لاشه سربازان و از راه را مسدود خواهد نمود لذا باید چار ای دیگر کرد وقتی نظر به بالا می دوختیم حتی یک تن از افراد قبیله بویر را نمی دیدیم آنها در قفای سنگ خود را پنهان کرده بودند اما من می دانستم که آماده هستند تا روی ما سنگ ببارند افراد قبیله بویرتوری نامرئی بودند که قرخان گفت شاید در اینجا نباشند لیکن قبل از اینکه من قرخان را جلو بفرستم طلای حضور آنها را خبر داده بود قرخان گفت ای امیر من برای آزمایش با بیست داوطلب از این معبر عبور میکنم اگر بر ما سنگ باریدن معلوم میشود که بالای کو حضور دارند و اگر سنگ نباریدن تو میتوانی با قشون خود از اینجا بگذری گفتم قرهخان مردم اینجا صدها سال است که در این کشور سکونت دارند و از مقتضیات اینجا بهتر از من و تو مطلع هستند شاید بیش از پنجاه بار یک قشون مقابل این معبر متوقف شده و افراد بایر فرمانده قشون را فریب داده اند خان گفت ای امیر چگونه فرمانده قشون را فریب داده اند؟ گفتم وقتی یک عد معدود از این گذرگاه عبور کردن روی آنها سنگ نباریدند تا فرمانده قشون گول بخورد و تصور کند کسی بالای کوه نیست و تصمیم بگیرد قشون خود را از این معبر عبور دهد اما هنگامی که قشون به حرکت درآمد با ساقط کردن سنگ های بزرگ تمام سربازان را معدوم کرده اند. من نمی گویم که به طور حتم این طور می شود اما بعید نیست که بایرها با این حیله چندین قشون را در اینجا از بین برده باشند قره خان گفت ای hey امیر خداوند به تو هوش و استعدادی داده که ما فوق هوش افراد عادی است به همین جهت همه چیز را پیش بینی می کنی ولی من عقیده دارم که هنوز قشونی که از خارج آمده باشد به پای این کوه نرسیده تا بویرها بر سربازان آن قشون سنگ ببارند و هموار سکنه این کشور در جنگلی که آتش گرفت جلوی قشون بیگانه را گرفته اند. گفتم این اندیشه ایس قابل قبول ولی این مرتبه چون بویرها نتوانستند در آن جنگل جلوی ما را بگیرند و حریق آنها را از بین برد در اینجا جلوی ما را میگیرند. قره گفت ای امیر اجازه بده که من با بیست داوطلب از اینجا عبور کنم و از دو حال خارج نیست یا بر ما سنگ میبارند و ما را به قتل خواهند رسانید یا سنگ سقوط نخواهد کرد و ما از این معبر خواهیم گذشت حتی اگر افراد این کشور قصد داشته باشند که ما را فری بدهند و از باریدن سنگ روی ما خودداری کنند باز بیستن از سواران تو از این گذرگاه عبور کرده و خود را به آن طرف معبر رسانیدند بعد از این گفته قرهخان با انگوش گذرگاه را نشان داد و گفت ای امیر اگر در گذشته قشونی از این معبر میگذشت و به سربازانش سنگ میباریدن استخوان آنها در این گذرگاه به چشم می رسید در صورتی که حتی یک استخوان در اینجا نیست گفتم بعید نیست خود بایرها استخوان اموات را از اینجا برداشته باشند آنگاه موافقت کردم که قرهقان با 20 تا به تاخت از آن گذرگاه عبور کنند تا بفهمم آیا سنگ بر سرشان باریده می شود یا نه چون قرهخان صاحب منصبی دلیر بود من میل نداشتم که او را در معرض خطری که فایده جنگی آن بسیار کم از قرار دهم لیکن می دانستم اگر خود او در رأس داوطلبان از آن گذرگاه عبور نکند سربازانش از بیم سنگسار شدن جرأت نمی کنن از آنجا بگذرند خان بانگ زد من بیست داوطلب مرگ میخواهم که با من از این گذرگاه عبور نماید هر کس که از صف سواران جدا می شد و به قره خان نزدیک می گردید او را می شمرد و وقتی شماره داوطلبان به 20 نفر رسید از قبول سایرین خودداری کرد سپس به آن 20 نفر گفت تنگ اسب خود را محکم ببندند و تا آنجا که اسب آنها سرعت دارد به شتاب از آن گذرگاه عبور کنند سپس قرخان اسب خود را برانگیخت و آن بیس نفر هم رکاب به اسب ها کشیدند قرخان که جلو می رفت توانست عبور کند و شانزده تن از سوارانش نیز گذشتند سواران چهار به چهار اسب میتاختند و موقعی که چهار سوار آخر میخواستند خواستند عبور کنند صدای سقوط سنگ ها که از دامنه کوه آپا این می آمد به گوش رسید دامن یک کوه عمودی نبود اما شیبی زیاد داشت و سنگها با سرعت از دامن سقوط می کرد. اگر می توانستم که صدای خود را به گوش چهار سوار آخر برسانم فریاد می زدم که انان اسبها را بکشند و توقف کنند. ولی صدای مهی به سقوط سنگ ها آنقدر قوی بود که نمی فریاد من به گوش آن چهار نفر برسد و هر چهار تن و از پای آنها زیر سنگ های بزرگ به قتل رسیدند معلوم شد که افراد بایر همانطور که طلایه من دیده بود در آن کوه هستند و نیز معلوم شد که آنها تا آن اندازه که من پیش بینی می کردم هوشیار نمی باشند. چون اگر من به جای آنها بودم بر سر آن بی سوار سنگ نمی باریدم و می گذاشتم که آنها از آن گذرگاه به سلامت عبور کنند تا فرمانده قشون دشمن فری بخورد گذرگاهی که قرخان و شانزده سربازش از آن گذشتن تنگ بود و لاشه سربازان و از پا تقریبا آن را مسدود کرد و اگر ما میخواستیم از آنجا بگذریم میباید لاشه ها را برداریم و من ده داف طلب خواستم که وارد معبر شوند و تا نزدیک لاشه ها بروند ولی از آنها عبور نکنند چون من متوجه شده بودم که وضع کوه به احتمال زیاد بگونه است که افراد بایر فقط در آن منطقه می توانند سنگ ببارند و قادر نیستند که در مبدع و انتهای گذرگاه ما را سنگ سار کنند. ده سرباز داوطلب سوار بر اسب به راه افتادند و وارد معبر شدند من می دیدم که سواران از بیم سنگ سرها را متوجه بالا کرده اند تا ببینن آیا سنگ سقوط می کند یا نه سواران به لاشه ها نزدیک شدند ولی از آن نگذشتند و همان وقت صدای خفناک سقوط سنگ ها به گوش رسید سواران تا آنجا که قادر بودند با سرعت عقب نشینی کردند ولی من دیدم که سنگ ها روی لاشه ها فرود آمد معلوم شد که مدافع این جز در آن منطقه نمی توانند روی سربازان من سنگ ببارند و این موضوع گرچه مفید به نظر نمی رسید ولی در جنگ هر قدر انسان از موضع دشمن بیشتر اطلاع داشته باشد بهتر است من در فکر بودم چگونه راه عبور را باز کنم و قشون خود را از آسیب سنگ حفظ کنم که ناگهان دیدم از بالای کوه و از یک نقطه بلنس به مسطح مردی اشاره می کند و با تعجب مشاهده کردم که آن مرد قره خان است قرخان بعد از اینکه دریافت توجه مرا جلب کرده به طرف راست اشاره می نمود و انگوش بر لبها می گذاشت. فهمیدم منظورش این است که دشمن در طرف راست او می باشد و من نباید فریاد بزنم و او هم نمی تواند بانگ برآورد چون سبب جلب توجه افراد بویر خواهد شد واضح هست که من دریافتم قرهخان بعد از عبور از گذرگاه اسب از خود را رها کرده و راهی برای سعود بر کوه یافته و ناگزیر راه سعود او توریست که مدافعین نتوانسته اند وی را ببینند من به فرمانده دسته ها اطلاع دادم به مردان خود بسپارند که به سوی کوه اشاره نکنند و چشم به آن ندوزند تا مدافعی ندانند که ادعی از سربازان ما در کوه هستند چند تن از کسانی که از گذرگاه عبور کردند کنار قرهخان دیده می شدند و بعد قرهخان به طرف چپ خود اشاره کرد یعنی از آن راه به من نزدیک شوید من چون حد میزدم که در معرض رویت دشمن هستم به یکی از صاحب منصبان خود گفتم برود و بفهمد که قره خان چه میگوید و اگر نتوانست از او خبری ادراک کند با تیر یک رشته ریسمان باری که منتهی به ریسمان زخیم شود برای قره خان بفرستد و او میفهمد که ما میخواهیم به وسیله ریسمان یک نفر را پیش او بفرستیم و بدانیم او چه میگوید بین ما و مردان قرخان به وسیله تناب رابطه برقرار شد در حالی که ادعی از مردان ما یکی بعد از دیگری به وسیله تناب از کوه بالا می رفتند. و به مردان قرخان ملحق می شدند و من امر کردم که مردان ما مقابل معبر که گفتم طرف مشرق واقع شده بود تظاهر کنند و چنین نشان بدهند که قصد عبور از آنجا را دارند تا توجه مردان بویر که بالای کوه بودند به سوی قرخان معطوف نگردد پانصد تن از مردان من به وسیله تنا بالای کوه رفتند و به قرهقان ملحق شدند من گفتم مقداری تیر برای کمانها و مقداری سنگ برای فلاخونها بالای کوه بفرستند زیرا اگرچه آن کوه سنگی بود ولی شاید مردان من نمی توانستند بالای کوه سنگ را بشکافند تا برای فلاخون گلوله به دست بیاورند فرماندهی مردانی را که بالای کوه رفته بودند به قرخان واگذاشتم و او موظف شد حمله کند و مردان بای را که بالای کوه بودن و بر ما سنگ میباریدن معدوم نماید وقتی قرخان و سربازان من بالای کوه مبادرت به حمله کردند من جنگ آنها را ندیدم زیرا وضع کوه طوری بود که جنگ آنها دیده نمیشد. ولی از بالای کوه صدای نعره جنگاوران به گوش می رسید و گاهی یک صدای هولناک شنیده می شد و آن صدای کسانی بود که از کوه پرت می شدند و بعضی از آنها وقتی به زمین می رسیدن قدرت فریاد زدن نداشتند. برخی از آنها که از کوه سقوط می کردن از مردان من بودند و بعضی از مردان بویر. وقتی مردان من از کوه سقوط می کردم دلم تکان نمی خورد و مثل این بود که آنها مقابل دیدگان من با شمشیر کشته شده اند بعد متوجه شدم که آنگونه مرگ بهتر از این است که انسان شمشیر بخورد یا ای در بدنش فرو برود زیرا کسی که به سختی مجروح می شود گاهی مدت ده روز در حال احتضار است و جان با کندی از بدنش بیرون می رود. یک وقت قرخان از بالای کوفر یاد زد ای امیر دیگر اینجا کسی نیست و تو می توانی عبور کنی. من امر کردم سنگ ها که در گذرگاه ریخته شده بود و همچنین جنازه ها را بردارند که راه برای عبور قشون من باز شود با اینکه قرهخان گفته بود دیگر دشمن در بالای کوه نیست طبق رسم همیشگی خود که احتیاط را از دست نمی دهم یک طلای جلو فرستادم و طلای من لحظه به لحظه علامت میداد که راه باز است سواران من از معبر عبور کردند و ما به جلگه ای رسیدیم که نهری از آن می گذشت. من نظر به خورشید انداختم و دیدم مقداری از روز باقی است اما تپه هایی در پیش بود که ما هنگامی به آن تپه ها می رسیدیم که شب فرو می آمد. لذا در آن جلگ کنار نهر اردوگاه به وجود آوردیم و من اطراف اردوگاه سه نگهبان یکی بعد از دیگری گماردم چون ممکن بود که جنگجویان بایر به ما شبیخون بزنند وقتی برای تبخ غذا آتش افروختیم خان آمد و چگونگی جنگ را در بالای کوه حکایت کرد و گفت همراهان او که با وی بالای کوه رفتن شانزده نفر بودند و پانصد تن هم از پایین به کمک وی فرستادم و او با آن عده پانصد و شانزده نفری به مردان بویر که به نظر می رسید پانصد نفر باشن حمله کرد و از اکوه طوری بود که مردان بویر تا آخرین لحظه سربازان ما را ندیدند و وقتی مورد حمله قرار گرفتن به کلی قافل گیر شدند آنها دو دسته بودند و دست ای کلنگ و دیلم و قلم آهنی و بیل داشتند و کارشان این بود که سنگ ها را از کوه جدا نمایند و دسته ای دیگر آن سنگ ها را که لب کوه می بردند و از آنجا پا این می انداختند خان و سربازان یک مرتبه به آنها حمله ور شدند و در لحظه های اول با تیر و سنگ و فلاخون ای از آنها را از پا درآوردند. و آنگاه جنگی خونین بین طرفین در بالای کوه در گرفت و بر اثر آن جنگ عده ای از سربازان ما و سربازان بویر از کوه پرت شدند قره خان می گفت ای امیر مردان اینجا سرسخت هستند و من دیدم بعضی از آنها با اینکه به شدت مجروح میشوند و نمیتوانستند از زمین برخیزند میکوشیدند که با دشن پای سربازان ما را قطع کنند ولی عاقبت همه از پا در آمده و مقتول یا مجروح شدند و ادعی اسیر شدند و بازماندگان وقتی مرگ خود را حتمی دیدند از راهی که قرخان بالای کوه رفته بود مراجعت کردند و گریختند و در جنگ آن روز دویست و چهل و یک نفر از سربازان ما کشته شدند و ادعی از آنها مجروح گردیدند و قرهخان مجروحین را با کمک سربازان سالم از کوه فرود آورد بعد از اینکه اظهارات قرهخان تمام شد پرسیدم در ازای این خدمت که به من کردی چه میخواهی؟ قرهخان گفت ای امیر وظیفه من فداکاری در راه توست گفتم قره خان من به دفعات تو را در جنگ ها آزموده بودم و میدانستم که مردی دلیر هستی ولی امروز به من نشان دادی که علاوه بر دلیری دارای ابتکار می باشی قره خان دوباره گفت ای امیر وظیفه من فداکاری و جان نساری است گفتم ای مرد دلیر و مبتکر من ده هزار دینار نقد به تو می پردازم و بعد از اینکه به سمرقند رسیدم دخترم زبیده را که موقع شوهر کردنش رسیده به تو میدهم. دهم قره خان گفت ای امیر من غلام هستم و لیاقت دامادی تو را ندارم گفتم امروز به من ثابت کردی که لایق دامادی من هستی و گفتم که ده هزار دینار زر مقابل قرخان بگذارند هنگامی که زر می آوردن چشم من بالای کوه به روشنایی افتاد و من در آن موقع برای اولین بار در دوره عمر بر خود لرزیدم لرزی من ناشی از وحشت نبود بلکه از این مرتعش شدم که دریافتم یک خبت غیر قابل بخشایش کرده ام مردی چون من که تمام عمر را در جنگ گذرانیده نمی باید یک چنان خبت بزرگ را بکند و پس از اینکه با آن اشکال گذرگاهی را گشود آن را باز بگذارد تا اینکه دشمن دوباره آن گذرگاه را ببندد و راه مراجعت از کشور بویر مسدود شود گرچه کشور بویر مدخل دیگر هم داشت و ما می توانستیم که از آن خارج شویم ولی از کجا معلوم که مقابل آن مدخل هم کوهی با یک گردنه سعب العبور وجود نداشته باشد و راه را بر ما نبندد به طور کلی یک سردار جنگی نباید آن خبت را بکند و راهی را که با آن صعوبت کشوده از بدون پاسبان بگذارد گفتم قره خان آیا خسته هستی و میل داری بخوابی؟ قره خان گفت ای امیر گرچه من خسته هستم ولی برای خدمت گذاری به تو می توانم از خواب صرف نظر کنم گفتم امروز من اشتباه کردم و موقعی که قشون خود را از گذرگاه عبور دادم برای فتح الباب در آنجا نگهبان نگماشتم و به عقیده تو برای حفظ این گذرگاه چند سرباز ضرورت دارد قره خان گفت پانصد نفر کافی است گفتم ولی اکنون که تو آنجا می روی شاید مجبور خواهی شد به جنگی و هزار نفر با های کافی با خود ببر قره خان گفت ای امیر اطاعت می کنم اما به طوری که گفتم ما ادعی از مردان بایر را اسیر کرده ایم و قبل از اینکه که به راه بیفتیم ممکن است که از آنها تحقیق نماییم گفتم اسرا را بیاورید از ایران را آوردن و من به طرف کوه اشاره کردم و روشنایی ها را به یکی از آنها نشان دادم و گفتم هموطنان تو در این موقع شب بالای کوه چه می کنند؟ او گفت اجساد را از زمین بر می و به حال مجروحین می رسند جواب آن مرد معقول بود اما ایرادی داشت و من از دیگری پرسیدم برای چه هموطنان تو در تاریکی شب اجساد را جمع آوری می کنند و آیا نمی توانند تا صبح صبر کنند آن مرد گفت ای امیر بزرگ در اینجا گورکن فراوان است و جنازه ها را میخورند و دیگر اینکه مجروحین احتیاج به کمک دارند و باید زودتر به کمک آنها رفت این جواب هم معقول بود و فهمیدم که منظور آن مرد از گورکن کف است از اسیر سوم که به نظر می رسید نسبت به دیگران برجستگی دارد پرسیدم آیا هموطنان تو دوباره گذرگاهی را که ما از آن گذشتیم اشغال می کند و آن مرد پرسید برای چه اشغال کنند و اشغال کردن گذرگاه چه فایده دارد گفتم فایده اش این است که وقتی ما بخواهیم مراجعت کنیم دوچار صعوبت خواهیم شد مرد بایری گفت تصور نمی کنم که بتوان تو را وادار به مراجعت کرد و من پیش بینی می کنم که تو هر زمان که خود بخواهی از اینجا خواهی رفت به قرح خان گفتم درنگ جایز نیست و برخیز و گذرگاه را اشغال کن و بعد در آنجا بخواب و آزوقه و آب خود را ببر قرخان با هزار سرباز به طرف کوه رفت و ادعی را هم با خود برد تا اینکه بعد از پیاده شدن قرخان و سربازانش از پارا را برگردانند. من چشم از کوه بر نمی داشتم و می بفهمم که آیا بین نیروی قرخان و کسانی که در کوه هستند جنگ در خواهد گرفت یا نه اگر طبق اظهار اسیران از کسانی که به کوه رفتن منظوری جز جمع آوری اجساد و کمک به مجروحین نداشته باشند مراجعت می کنند و در موقع بازگشت ممکن است به قرخان برخورد نمایند و اگر قره ببیند که آنها فقط حامل اجساد و مجروحین هستند با آنها نخواهد جنگید ولی آنها را مورد تحقیق قرار خواهد داد که آیا در کوه نگهبان گذاشته اند یا نه لزومی نداشت که من در این قسمت ها برای قره دستور دستوره به خصوصی صادر کنم و چه باید بکند در حالی که مشغول نظاره کوه و در واقع روشنایی ها بودم صدایی همچون زوزه از راه دور به گوشم رسید از اسیری که نسبت به دیگران برجستگی داشت پرسیدم این صدا از چیست جواب داد زنها گریه می کنند پرسیدم آیا زنها برای آوردن اجساد و مجروحین بالای کوه رفته اند جواب داد نه زنها پایین کوه هستند و هنگامی که اجساد و مجروحین را به پای کوه آوردن آنها شروع به شیون کردند مرد اسیر درست می گفت و ادعی از مشعلها پای کوه به نظر می رسید و من گفتم اسیران را از حضور من ببرید و تا مدتی شیون زنها از دور به گوش می رسید و رفته رفته صدای شیون ضعیف و آنگاه قطع گردید من نمی توانستم بخوابم و مسئله بدون نگهبان گذاشتن معبر کوهستانی مرا منقلب کرده بود و در آن قصور هیچ کس جز من خطا کار نبود ولی پیکی از طرف قرهخان آمد و به من بشارت داد که گذرگاه باز است و دشمن نه بالای کوه نگهبان دارد و نه پایین آن و خود قرهخان گذرگاه و بالای کوه را اشغال کرده است آن وقت آسوده خاطر شدم و خود را آماده خوابیدن کردم مهاذا قبل از خواب اردوگاه را از نظر گذرانیدم و به افسران گفتم برای شبیه خون دشمن آماده باشن و طبق معمول در میدان جنگ بدون اینکه لباس را از تن درآورم به خواب رفتم و قبل از اینکه سپیده بام داد هوا را روشن کند از خواب برخواستم در حالی که سربازانم هنوز در خواب بودند کنار نهر وضو گرفتم و در مسجدی که در سفرها با خود می بردم نماز خواندم. و آنگاه چون گرسنه بودم گفتم برایم غذا بیاورند رسم من این است که در میدان جنگ به خصوص شب هایی که احتمال داده می شود مورد شبیخون قرار بگیرم غذا نمی خورم چون خوردن غذا سبب سنگینی خواب من می شود و خواب سردار جنگی باید سبک باشد من سربازان را به حال خود میگذارم که بخوابن ولی از خواب سنگین پرهیز می نمایم. قبل از اینکه فرمان عظیمت قشون صادر گردد متوجه شدم که خبت شب گذشته نباید تجدید گردد و من باید بین قشون خود و قرخان وسیله ارتباط برقرار کنم تا اینکه دشمن ارتباط ما و او را قطع ننماید امیر حسین را که فرزند یکی از عمرای با خرز واقع در خراسان و در آن تاریخ سی ساله بود احضار کردم و به او گفتم من تو را با هزار سوار در اینجا می گذارم و خود با قشون میروم. و تو در اینجا مکلف هستی که نگذاری رابطه ما با قرهقان قطع شود بعد از رفتن ما دشمن ممکن است اینجا بیاید و این سرزمین را اشغال کند و در آن صورت قرهخان و سربازانش بالای کو تحت محاصره قرار خواهند گرفت و چون در اینجا در تصرف دشمن است من نمیتوانم به کمک قرهخان بروم امیر حسین گفت ای امیر آسود خاطر باش که من در اینجا رابطه خود را با تو و قرخان حفظ خواهم کرد و نخواهم گذاشت که دشمن در اینجا فاصله ای بین تو و قرخان به وجود بیاورد و آن وقت به راه افتادم تا از تپه ها بگذرم و چون چند راه باری در جلو بود گفتم از اسیران برای راهنمایی استفاده کنند تا آن موقع من در خاک بویر یک خانه ندیده بودم و از اسیری پرسیدم مگر در کشور شما خانه سازی مرسوم نیست اسیر جواب داد خانه های ما آن طرف است و با انگوش امتداد شمال را به من نشان داد عبور یک قشون خواه سوار و خواه پیاده از یک منطقه که دارای تپه های بسیار می باشد مستلزم احتیاط است زیرا سواران یا پیادگان گاهی نمیدانند که در فاصله پنجاه زرعی آنها چه وجود دارد تلایه من در جلو و چپ و راست با احتیاط حرکت می کرد و پشت هر تپه را وارسی می نمود و یک عقب دار هم که از عقب قشون می آمد تا آ ناگهان از عقب به ما حمله ور نشوند انگام عبور از تپه ها من در هر لحظه منتظر حمله بایر ها بودم چون آن منطقه برای حمله به ما از لحاظ بایر ها بهترین مکان بود ولی مردان بایر به چشم نمی رسیدن و تا گویی ما از یک کشور غیر مسکون عبور می نماییم. ناگهان طلایه خبر از وجود دشمن داد و ما که با آرایش جنگی راه پیمایی می کردیم توقف کردیم و منتظر بودیم که فرمانده طلایه گزارش دیگری بدهد فرمانده طلای هنگام روز از راه دور با حرکت پرچم خبر می دهد و در مناطق کوهستانی و نقاطی که تپه وجود دارد پرچم دار باید پیوسته در ارتفاعات باشد که بتوانند پرچم او را ببینند ما بعد از گزارش اول طلای دیگر پرچم را ندیدیم من اده ای را مأمور کردم که برون و ببینند چرا طلای خبر نمی دهد. آنها رفتن و بعد از چند دقیقه من از پشت تپه ها فریاد هایی شنیدم و سپس سکوت برقرار شد خواستم اده ای دیگر را بفرستم تا تحقیق نمایند ولی مجالی برای فرستادن دومین دست باقی نماند زیرا یک مرتبه باران تیر چون رگبار بهاری بر ما باریدن گرفت دنیای کتاب سو